دوستان من سلام. میگم یارو تو تاریکی داشت از ترس زرترک میشد، واسه دلخوشی خودش سوت میزد. حالا داستان عزما و شیخ فریه که مرتب دارن سوت در بنبست نبودن نظامو میزنن. تازه شیخ فری از دانشگاهی های همباندش خواسته واقعیت ها رو در همون حدی که هست بیان کنه. اینم جواب اونا. حکومت در ایران هر بار گروه هایی را نادیده می گیرد، می راند و صدایشان را نمی شنود. اقدامات دولت و حکومت دائم گروه های نادیده و ناشنیده ایجاد می کند. زنان، جوانان، سلبریتی ها، فقرای شهری، گروه های شغلی مختلف و همینطور الاخر. بر شمار نادیده گرفته شدگان افزوده می شود. سیاست ها، برنامه ها و پروژه های دولت ها هم همین نقش را ایفا می کنند. دو مسیر پیش رو داریم. مسیر اول آن که آینده به مردم بفروشیم و مسیر دوم این که آینده مردم را بفروشیم. بله، نظام ولایت نه تنها مردم رو نادیده و ناشنیده میگیره، بلکه آینده مملکت و مردم رو یک جا میفروشه، مثل فروختن خزر و خلیج فارس و انبوه منابع و معادن که فروختن و رفت. البته با این کاراش آینده نظامش هم فروخته. آره. در وضعیت گیرافتادگی اجتماعی قرار داریم. حال نام این وضعیت را بحران یا فروپاشی بگذاریم یا نه، در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی کند. بنیانهای حیات اجتماعی همچون اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، پیشبینی پذیری آینده و ثبات در وضعیت نامطلوبی هستند. وضعیتی که برخی از آن به گیرافتادگی اجتماعی تعبیر می کنند. بله دوستان، نظام ولایت در حال گیرافتادگیه و بد جوری هم گیرافتاده. گیر بچه های قیام افتاده که برا براندازی خیز برداشتن. بله. رئیس جمهوری در جلسه دیروز خطاب به حاضران گفتند که شما نزد مردم اعتبار دارید، در حالی که معتقدم متاسفانه اعتبار ما به عنوان کارشناسان جامعه ضایع شده و امروز ما حتی نزد یکدیگر هم اعتبار نداریم. به همین دلیل در چنین شرایطی که این همه مسئله و مشکل در جامعه وجود دارد، طبیعتاً انتظار می‌رفت نخبگان مسائل کشور را فرموله و اهم و فلاهم کرده و برای اقناع افکار عمومی تلاش کنند. اما امروز کار از دست نخبگان و جامعه شناسان هم خارج شده است. وای اینم از پخمگان نظام که خودشون هم بهتر از همه میدونن که تا وقتی به نظام ولایت بند باشن اعتبار متبار خبری نیست. آره، شیخ فری دلش میخواست اینا بوق نظام باشن برای امید درمانی، اما کلمه واقعیت ها از دهنش پرید و کارشو خراب کرد. هرچی هم گفت در همون حدی که هست بیان بشه، یعنی نظامو سفید سازی کنن، دیگه فایده ای نداشت که نداشت. چون اونایی رو که جمع کرده بود خودشون از ریزشی ها بودن، گوشه از واقعیت ها تو دلشون هم خالی کرد. بله فعلا خدا نگهدار.